اول خوب سلام تقدیم میکنم به خودت، به عزیزایی که در لایو هستن تماشا میکنن. دومن مسابقه خودت پیروزی تا در مقابل حریف داغستانی تبریک میگم. علیکم السلام راشد جان، قرم تشکر، زنده باشی، بر شما هم چنان تبریک باشه، خدا جان خیر نصیبت بده. خب اول در این باره برای ما بگو که فرصت این مسابقه به خودت چطور برابر شد و پیشنهاد از کجا آمد که باید در سازمان پی اف ال مسابقه بکنی؟ از ما امی مسابقات پی اف ال وقتی که منیجر ما کتشان به تماس خوب دارن، تماس داره، کانتکت بسیار خوب داره، چون بر منیجر ما پیشنهاد کردن. ما خودم در آلمان نمره هفتم آلمان هستم، بعد از او خاطر و لیست سیل میکنن و امرای منیجر ما در کانتکت شدن، بعد هم گفتن که به خاطر از اینی نفر معرف ما که کش فایت کردم، گفته که بر از این ما نفر میپالیم، فایت میپالیم. باز مرا پیشنهاد کردن، گفته که میتونه که زفر فایت کنه در این وقت. تاریخش تقریبا 3 ماه پیش از این فایت بر ما اول داده شده. پیش از او خودت میفهمیدی که ما در کشوریوس میخواستم بالای کمربند فایت کنم، اما متاسفانه از خاطر که ما ویزی ما نتونستم بگیرم، بر ما لندن ویزه ندادن انگلند، از او خاطر مسابقه ما متاسفانه فسخ شد. بعدا باز این مسابقات که بر ما پیشنهاد کردن، ما آجل کرده گفتم نه، ما فایت میکنم به خاطر در آمدگی مسابقات من بودم. بعدا می توانیشم داشتم، گفتم نه، ما باید این مسابقه را بگیرم. وقت یک پیشنهاد که در زندگی آدم هر پیره نمیه، هر بار نمیه. خودتان خوب معلومات دارین که بسیار آدم بسیار تلاش بکنه، کوشش کنه که دمو وقت برسه. باز خوبی چی بود که در سازمان پی اف ال مبارزه کردی، در بهترین کارت تاریخشان مبارزه کردی، در کارتی که در امو ویدیو قبلی اشاره کردم در سالن رونالدو حضور داشت، ورزشکارهای مشهوری بود و مبارزه هم در یکی از سالن‌های بزرگ امارات بود. بله بله، این بهترین فایت کارت سالشان بودک که فرانس نوگانا، سایبورگ، یا کسایی بودن 3 تیتل فایت داشته که تنها یک تیتلش همی کمربندش. تقریبا هر کمربند از این تو جور کده بودن که 1 کیلو طلا کار شده بودن در هر کمربندش، و 3 تیتل فایت، 3 کمربند فایت که در یک شو، و بهترین ستاره های دنیا که در اونجا فایت میکدن. و خوشبختانه که باز مام در اونجا فایت کردم، و دیگه که در مین کارت که یعنی فایت کارت که در بالا در اونجا که یعنی یک افتخار بسیار بالا است برای همه شما. در اون مین کارت خودت فایتت از ای جی مکی که قهرمان سابق بلاتور بود، همچنین قهرمان تورنمنت بلاتور بود، و فایتری که همراهش مبارزه داشت و او پیروز شد، فایتر ایرلندی، یکی از ستاره های بزرگ اروپا است که بعد از این مسابقه عمر نورمحمدوف چلنج کرد. مبارزه خودت از او بالاتر قرار داده بودن و حریفت هم در سازمان ان اف سی مبارزه کرده بود، فکر کنم همراه حریفت آشنایی داشتی. بله، حریفم در سازمان های بسیار خوب خوب دنیا فایت کرده، مثلا که بریف یکی از سازمان های بسیار خوب که بسیار یکی بسیاری قهرمان ها را به یو اف سی هم فامیلی فرستاده بوده، که زیادتر از فایترهای بریف خودت آشنایت داری که در یو اف سی فایت میکنن یا در یو اف سی فایت کردن، در اونجا فایت داشته، یعنی از لحاظ پالوانی، بگراند پالوانی بسیار خوب داشته که در اولمپیک فامیلی تمرین یا مسابقه و چیزا کردن، بسیار خوب فایتر. همتیمی حمزه چیمایوف بود. همتیمی حمزه چیمایوف که خود حمزه چیمایوف حتی در یک بغیش خودت نوشته کرده بود که قهرمان آینده دنیا امی بچه می باشه، امی خود امی حریف ما یاد کرده بودن. و پی اف ال که وقتی که نام مرا گرفته بودن، حتی گفته بودن که بچه ایر از 99% برنده میشه، یعنی مرا میبره. اتو یک پیشنهاد پیش بینی کرده بودن. دقیقا.
وقتی خودت مبارزه جریان داشت پی اف ال با یک چیز داره لایف اوتس داره یعنی فیصدی شرط بندی ها را میگه که چه کسی چانس شرط بندیش بالاست. وقتی خودت داخل قفس شدی مبارزه شروع شد خودت بودی 5000 چیز بودی منفی بودی و حریف بود چیز بود مثبت بود یعنی چانس پیروزیش بود 1800 بود 1800 بود. وقتی راوند اول تمام شد ای آمد برابر شد با 5-5. وقتی راوند دوم تمام شد ای تغییر کرد چانس پیروزی خودت بالا آمد حریف رفت پایان و اصلا سازمان فکر کنم فکر نمیکرد و چند فیصد بگویم شاید 90% کسایی که تماشا میکردن فکر نمیکردن خودت پیروز شوی چون کشتیش از کشتیش خبر داشتن همه گی که کشتیگیر است کشتی قوی داره کشتی بالایی داره و فکر میکرد اصلا خودت نمیمونه از زمین بلند شوی و خودت حست وقت داخل قفس میشدی چی بود و چی فکر میکردی که همه گی میگه چانس ازی بلند است آیا در ذهنت تو سوالی آمد که چانس ما کمتر است خودت هم پیش خودت فکر کردی نی تو فکر نمی کردم بخاطر که ما امی سی ما پیش که ما فهمیدیم ما شروع کردیم به پلان گذاری ام ترنرهای ما بسیار خوب یک پلان بر ما جور کرده بودن که ما می فهمیم 100% بچه ما را می برند می خواه پالونی کنه کرد ما در نمی خواست که کیک بوکسین استاد بود در استاده فایت کنه از او خاطر می فهمیدیم 100% که در زمین میره باز همه سه ماه یا دو ماه که وقت داشتم کلن سر دفاع پایگیری و همی هدف ما بوده که ما باید نفس زیر کم کنیم نفسش از بین بره در راوند اول که بعد از او باز بتانیم که در راوند دیگر سرش کار کنیم و بدون پروبلم ببریمشم از اون خاطر که همیشه می دیدین سرپای می رفت ما راحت می برامدم بخاطر که باور داشتم ما همراه بسیار پالوانای بسیار خوب تمرین می کردم امرای ورزشکارهای بسیار خوب از کشورهای از دمینج زندگی میکنن از کشورهای مختلف که از تاجکستان هستن از چیز بسیار تیار بچه ها و ترینرهای ما بسیار خوب پروفیشنال فامیدی خودش بسیار یک پالوان نامی اکادمی آلمان هستن بودن امرای از او تمرین میکردم و یکی از پارتنرهای ما که بودک کامران جان بسیار یک فایتر بسیار خوب کشور ما بسیار یک از تاجکستان ببخشید بسیار یک پهلوان بسیار خوب یعنی ما باوری داشته بودم که هیچ وقت نمیتونه فیزیکش تکنیکش از کامران کده بالاتر باشه و از ترینرم که بسیار یک پهلوان بسیار خوب است اندریا از او کده خوبتر باشه ما و بسیار به سختی به زمین می بردن اگر می بردن هم ماجل پس بالا می شدم و همی پلان ما بوده که سرش کار کردیم و همی پلان ما خوب کار داده که الحمدلله بیاییم به طرف همی فایده خودت که قبل از اینکه در فیس آف گفته بودن و در مصاحبه به نظر خودت گفته بودی که جودوی ما بهتر از کشتی حریف ما است و ما با جودوی خودم نشان می تویم در قفس و وقتی مبارزه شروع شد ما در زندگی خودم بی تو فکر نکردم در هیچ فایت خودت که اینقدر آرام باشی و اینقدر حساب شده فایت بکنی یعنی وقتی چند بارم خودت به زمین برد اصلا خودت وارخطا نشدی اصلا خودت به فکر از این نشدی که ما در زمین میمونم خیلی زود دنبال ازی بودی که پوزیشنت تغییر بودم از پایش میگرفتی از دستش پوزیشن هایی که بلند میشدی یعنی اصلا هیچ کاری بدون حساب شده نبود وقتی در زمین میرفتی تو نبود که مثل دیگه فایترها اصلا ای طرف او طرف ذهن درگیری باشه که من چی کار کنم چطور بلند شوم دقیقا میفهمیدی که چی کار بکنم بلند شوم و این تکنیک چطور به ذهنت بود و امرای کی تمرین کرده بود یا کلی عزیز تمرین شده بود یا مخصوص همین مسابقه آمادگی را گرفته بودی بله از ما گفتم که ما دو ماه سه ماه خوب زحمت سر از این تکنیکا و یا کار کرده بودیم و ترینر ما که هستک اندریا یک پالوان بسیار خوب است از لحاظ پالوانی بسیار تجربه بسیار بالا داره بسیار سطح پالوانیش بالا است چون ترینر نو مام است ما نو تمرینات پیش شروع کردیم
تقریبا یک اینا 6 ماه یا 5 ماه میشه که دروغوی نشم و واقعا در می ظرف 5 6 ماه بسیار چیزای نو را بسیار چیزای خوب را بر من یاد داده و از می تکنیکایی که خودش بر من یاد داد و فنایی که از پولونی بوده بر من میگفته که رقم چیز کار کنیم پلان را که از لحاظ فایت ما میخواسته که مثلا در فایت ما انجام بتیم. از او خاطر ما میفهمیدم راحت بودم، بسیار از دیگه فایت هایی میکرده بسیار با فکر آرام در میدان داخل شدم، تو ترس نبود یا استرس نداشتم که چطور میشه فایت و چطور چی کار. نه گفتم وام یک انسان است، پالوانی داره یا دیگه داره، از ما خوبتر هستم از او کده از لحاظ جودو و کشتی و چیزا و از لحاظ بالا میفهمیدم که بالایش از ما کده خوبتر نیست، بالایش ما خوبتر هستم از او کده، یگان مشکل نداشتم ازش. از او خاطر بسیار براحتی وقتی که می بردم و پایین ما پس میتونستم بخیزم، به خاطر فیزیکم یایم کلش ازش کده بالاتر بودک و اگر خود انسان وارخطا شوه اون باعث باخت یک انسان است که اگر وارخطا شوی خوستن دوست و خودت تکنیک کشتی با جودو شکست دادی وقتی که در کلینج هم قرار میگیرستی تلاش با تک داون میکرد، خودت هر بار با یک پای انداختن زیبا طرف طوری تک داون میکردی که اصلا کامل یک چرخش میخورد میرفت به زمین و تک داونایت هم تمام تک داونا که کردی طوری بود که با یک پای انداختن طرف کامل به زمین میرفت، یعنی نیمه تک داون نمیشد، کامل میرفتی بالایش. و جودو خودت قبل از MMA جودو تمرین کرده بودی، یعنی وقتی در MMA آمدی بالای جودو کار کردی؟ نه اول ما خودم جودو شروع کردیم در افغانستان، اونجا پیش استاد یما سمک و پیش استاد اسدی در اونجا تمرین میکردیم. باز وقتی که جدور از سال 2015 بس کردم، باز آمدم به مسابقات یاد و تمرینات مبارزات آزاد شروع کردم. دیگه همی خود جودو را میکس کردیم در می ام ام ای، بر ما بسیار وقت کمک کرده همیشه در هر فایتم و در این فایت من بسیار فهمیدی بر ما کمک کرد جودو، چون تکنیک ها و چیزایی که جودو داره. پولونیوم بسیار یک ورزش خوب است که بر ام ام ای بسیار به درد خور است، اما همی جودو و سامبو خودش هم کسک بسیار به درد بخور است، چون میتونی کت از پایت استفاده کنی، کت پایت میتونی پایش ورداری، خودتان دیدین در مسابقاتم. و دیگه خود از امی عریفم هیچ باورش نمی آمد که از لحاظ پالوانی ما سرش بالا باشم، هیچ باورش نمی آمد. از او خاطر یک خودش سوشو خراب شد وقتی که ما ای را پرتاب کردم در زمین بردمش، کنترلش کردم، یک بار خطا شد بیخی همی فکران فکرش خراب شد که چطور هیچ باورشان نمی آمد تارکایی. از او خاطر خراب شد، نفسشان رفت که باز من میتونستم خوبتر کار کنم بالای سرش. و چیز دیگه که همه گیر شوکه کرده بود و گزارشگرام تکرار میکردن فیزیک و بدن خودت بود، همه که داخل قفس شدی همه گی وقتی بدن خودت هم میدیدن میگفت چطور خودت به وزن 66 اصلا رسیدی، چطور خودت به وزن 66 رسیدی، همه گیرون مونده بود این بدن در 66 چطور امکان داره. این واقعا زیاد نفرا اما تو هیجان شده بودن وقتی که ما وزن خود رسان مثل پیفل گفته بود کایا میتونه این بچه فامیدی 66 کیلو 3-4 پیره پرسان کده بودن کایا میتونه 66، حتی ما وزن کشی کدم از عریفم کده 100 گرام یا 200 گرام پایین تر بودم، وزنم پایین تر بود وقتی که وزن کشی کردیم. باز ایران مانده بودن که چطوری من وزن خود رسان. باز وقتی که فهمیدیم وزن کشی خلاص شد ما رفتم یک سیستم داریم دیگه داریم که مو ترینرهای ما منیجر ما سیل میکنن ما چه قسم خوراک میکنیم، یعنی چی بخورم چی نخورم، کلش برنامه‌ش داریم که پس همون بدن ما را کم وزن را که از دست دادیم پس بگیریم و ای که فامیدی عضلات ما خسته نشه. امی سیستم یک میتود داره، سیستم داره از خود که امور گرفتیم الحمدلله، پس دوباره بدنم
نرمال شده و در فایت طبعا بدن که عضله می باشه یک ذره واره بزرگتر هم فامیدی معلوم میشه نظر به بدنهای کسایی که عضله نداره. از او خاطر بسیار نفرها میگفت حتی پیفر گفته که یک وزن بالاتر معلوم میشه بخی و جان شده بودن که این چه قسم گپ است. و روز مسابقه خودت چند کیلو بودی؟ روز مسابقه امی خوکویی طبعا کل ورزشکار هم مترستن نه تنها ما در اصل اجازام ندارم اما این را میگم کل ورزشکار ها یک 10 کیلو زیادتر میشه از او. بله چوز و در مسابقه وقت خودت حریف بالا میبردی قدرت بدنی خودت بالا بود، قدرت بدنی بالا بود که وقتی اصلا بالاش بودی و وقتی کنترلش میکردی نمیتونست تکان بخوره، یعنی اصلا قدرت تکان خوردن نداشت، طرف نمیتونست تکان بخوره اصلا انرژی و بعد از راوندی اول انرژیش تمام شد چون خیلی تلاش کرد خودت تک داون بکنه، خیلی تلاش کرد و نتونست و یک دفعه که تک داون کرد بلند شدی دیگه انرژیش هم کم شده بود، اما خودت تا راوند سوم انرژی خودت کامل بود و اصلا معلوم نمیشد که مثل حریفت خسته شده باشی. بله یا از ما گفتم این پلان ما بوده که ما میفهمیدیم که زیر پای مدرایه و در ورزش می یک چیز است که اگر فهمیدی یک پالوان یا یک ورزشکار که بخواید تو را تیک داون کنه پایین ببره ما میتونستم او را نمانم که ما را تیک داون کنه، ما خودم این پلان ما بوده که ما را تیک داون کنه ما پس بخیزم، وقتی که میخیزم اینجا به ما انرژی مایش مصرف نمیشه ما راحت می باشم و او زیادتر انرژی را مصرف می ده. چون یک پیره که می مرا تک داون کرد اگر متوجه باشین وقتی که ما خیستم دوباره پس از تک داون خیستم در پیش در قفس بود، وقتی که پس برآمدم دیدم که رنگش بیخی سرخ پرید چون همه شیمی خود داد می خواست مرا پایین نگاه کنه، شیمیش کلش رفته که از او خاطر ما می تانستم که بالای سرش کار کنم، ما بسیار براحتی از تک داونش میخواستم و میخواستم که این مره در پیش قفص پشک کده بره از او چیز کده بره که همی شیمیش از بین بره، اگر متوجه شده باشین که کلن در پیش قفص میخواست پشک کنه پای ما بگیره پایینم بره اما ما نمیماندمشه و میخواستم که همی دستایش از بین بره که فامیلی یعنی خسته شوه که ما بتانم بازمی پلان خدا همون که چیزی که ترینرهایم بر ما گفته بود پلان ما سرش کار کنم و الحمدلله پلان ما امون رقم که میخواستیم امون رقم تیر شد و تانستیم که فایت خودم بریم. دقیقا پلان خود کامیاب شد و سازمانم من از دارم فکر میکرد حریفت برنده میشه و خیلی هم، اما خودت همه گیره غلط ثابت کردی و پیروزی را کسب کردی. و حالا سوال اینجاست که خودت در کدام بخشی پی اف ال مسابقه میکنی؟ خب قسمی که اشاره کردی هنوز مشکل ویزا است و بیشتر مسابقات پی اف ال در امریکاست اما یک بخشش در اروپاست، آیا خودت در مسابقات بعدی در پی اف ال اروپا مبارزه میکنی یعنی در مسابقات امریکا میتونی چانسی به دست آوردن ویزا است؟ یکی سوال است. و سوال دومی که خودت آیا قرارداد گرفتی یا نگرفتی هنوز؟ از لحاظ قرارداد فعلا من اجازه ندارم که صحبت کنم به خاطر منیجر و یا انوزه به من اجازه یا ندادن، اما انشالله به این وقتهای نزدیک از طریق سوشال میدیا همگی خبر میشن، اما بسیار چشم روشنی خوب است از خبرهای بسیار خوب است، انشالله همراه شما ما نشر میکنم. و دیگه از ما دمی پیفل جهان مفاید میکنم نه دیگه که در اروپا بلکه امی مرک گرفتن در پیفل جهان گرفتن جهانی، از او خاطر فامی در اونجا انشالله گفتم دمی وقتهای نزدیک در هفته بعدی انشالله باز خبرهای خوب را شما مشنوین، همیشه با شما چیز میکنم انشالله. و چیز مشکل ویزا چرا خیلی هست؟ فعلا مشکل ویزا حل شده؟ آیا اگر مسابقه تنظیم شده در امریکا یعنی از طرف خودت مشکل ویزا نیست چون به امریکا ویزا لازم است؟ بله ویزا لازم است اما از ما طریق ما الحمدلله مشکل چیزا نیست دیگه، بازوار
خودشان کل کارا را میکنن از طریق ویزا و چیزا. گفتم و همه چیزشان به دوش از واسک تو نیست که من خودم بگردم پشت ویزا و طرف طرف، نه خودشان کلشان را میکنن. انشالله دو کدام مشکل دیده نمیشه. بخیر انشالله انشالله. و خودت اگر برات پیشنهاد شوه در بلاتور مسابقه بکنی یا در پی اف ال، اگر پیشنهاد شوه کدام شو خودت قبول میکنی فعلا، بلاتور یا پی اف ال؟ امی بلاتور پی اف ال اردوش حال فعلا یک سازمان است، به خاطر بلاتور فعلا زیر یک کمپانی است، اما جدا جدا هستند مسابقاتشون، جدا جدا پیش رفت مسابقات. بله مسابقاتشون جدا جدا میشه، اما میتونه که یک فایتر هم در پی اف ال فایت کنه و هم در بلاتور فایت کنه. اردوش زیر دست یک نفر است گفته خود، اما جدا جدا فایت میکنن. این مهم نیست. امیال سایبورگ، سایبورگ هم در پی اف ال فایت میکنه، اصل قرارداد بلاتور داره. حالا می وقتی که کریس سایبورگ همی پیرادمی دوره که ما فایت کردم در مو دور وام فایت کرده، باز اصل او چمپیان تیتل بلاتور داره، بازم قرار گرفتن ایره در پی اف ال ماندن که فایت کو، گفت بیا فایت کو. چیز بود در این مسابقات خوب بیشتری فایترها بلاتور و پی اف ال بود، چون چیز حریفش قهرمان پی فیل بود و سایبورگ قهرمانی ابراتور بود، اما سیستم پی اف ال فرق میکنه و سیستم براتور فرق میکنه، چون پی اف ال بهتر است. پی اف ال سیستم تورنمنت $1,000,000 داره که هر سال برگزار میشه و هر فایتر پوینت میگیره، یعنی اگر ناک اوت بکنی در راوند اول 6 پوینت داره، اگر مبارزه با چیز بره با نمرات بره 3 پوینت داره، اگر در راوند دوم فینیش بگیری پوینتش به نظرم 5 است، اگر راوند 3 بگیری پوینتش 4 است. و عبدالکریم جانم سلام با تبریکی گفته، علیکم السلام. چیز در پی اف ال اگر در سیستم تورنمنت خودت اشتراک کنی بیشتر توجه و علاقه خودت در بخش تورنمنت است، چون تورنمنت $1,000,000 است، یا در بلاتور به نظر ما پی اف ال بخش تورنمنتش بهتر است، چون جایزه داره و پوینت میگیری و اگر هم در فینال بری میتونی هم با گرفتن کمربند $1,000,000 هم برنده شد. بله آماتر هستک در پی اف ال هستک، هر سال تورنمنتش برگزار میشه که مثلا تقریبا نفر ها ازر وزن 16 نفر یا 18 نفر انتخاب میکنن، بعد از او باز همی 4 فایت مقدر را که برنده شوی باز مستقیم اون از 4 فایت بات کمربند میگیری. وام خوب است و بلاتور هم گفته خودت، او باز نظر به امو چی است که چه قسم گپ میزنن که منیجر ها یا او را وام میکنن. اما امی خوشحال هستم که اگر در تورنمنتش هم فایت کنم بسیار خوب است، چون بسیاری از فایترهای خوب دنیا میان در اونجا فایت میکنن، فایترهای خوب هستن میان اشتراک میکنن. اگر اونجا آدم کمربندش حاصل کنه یا در اون تورنمنت برگزار شوه باعث بسیار افتخار است. خوشحال هستم که اگر در تورنمنتش بخیر. گفتم شما خبرهای خوب را مشنوید انشالله از طریق اینستاگرام یا سوشل میدیا بخیر دیگه میشه انشالله بخیر. اگر به خودت بین پی اف ال و یو اف سی پیشنهاد شود دقیقا که معلوم دار از یو اف سی از انتخاب، اگر ما به خاطر بر ما پیشنهاد یو اف سی هم شده در پاریس همی چند هفته پیش که بود در پاریس برگزار شده بود، باز من خودم همین پی اف ال انتخاب کردم، به خاطر پی اف ال از ما بر ما خوبتر است که من در پی اف ال باشم. اول میخوایم در پی اف ال یک چند فایت داشته باشم، چون اینجا همی حالا اگر خودتان متوجه باشین بسیاری فایترهای یو اف سی یا قهرمانای یو اف سی روی میارن به طرف پی اف ال به خاطر امی منافعشون زیادتر است از یو اف سی کده بیشتر. بله حالا سایکو امیل جان جانز که قهرمان چندین وزنی یو اف سی است، حتی او را میخواین که دمی وادای نزدیک بعد از این فایترش میخواین که جان جانز بیارن طرف پی اف ال.
و فکر میکنم که جان جانس هم میان طرف فیل. فکر که کل قهرمان ام پی فیل و قدامت تاریخیش کمتر است، یعنی زودتر وقت چیزه، اما بسیار دست بالا رسیده، بسیار از لحاظ چیز فایترهای بسیار تاپ را گرفتن و بسیار نام بالا در دنیا کشیده شده، از لحاظ نام برآمده. خب من میفهمم که یو اف سی به اولین فایت فایترها چقدر پول میده. من مقدار پولم میگم و خودت بگو، خودت مقدارش نگو، بگو که پی اف ال بیشتر در اولین فایت میده یا داده یا خیر. مقدارش نگو، من میگم چقدر. یو اف سی به اولین فایتی که میکنی $12,000 میده از مسابقه و $12,000 از پیروزی میتن، در پهلوش $4,000 یا $5,000 از چیز میتن، از اسپانسرها میتن. حالا از $12,000 پی اف ال بیشتر میتن به اولین فایت یا کمتر؟ نه زیادتر میتن، از پی اف ال چیزش بالاتر است. از او خاطر گفتم که چون فایترهای یو اف سی، قهرمان یو اف سی که فعلا هستن میخواین فامیلی در طرف پی اف ال بیان. تنها فکر که مثلا پی اف ال اگر دمی تورنمنتش که داخل میشه آدم تنها داخل میشه، اگر آدم چهار فایت کنه، چهار فایت باید $1,000,000 میگیره، از $1,000,000 میگیره، این حالا کمربندش حاصل میکنه. این چیزها زیادتر خوبتر است. حالا از امو خاطر هر ورزشکار هر چیز میخواین که طرف پی اف ال رو بیارن. اما یو اف سی که یگانت لحاظ که زیادتر نفرها میخواین در یو اف سی فایت کنن، از لحاظ سوسیال میدیا بسیار بالا میری، از او بسیار نام مشهور میشی چون قدامتش زیادتر است و دیگه یک ذرواره که همی چیز دارد، همی مشهور زیادتر میشی، نام زیاد داره. دقیقا با گفته یکی از فایترهای سابق یو اف سی گفت برای بعضی فایترها نام مهم است، یو اف سی را انتخاب میکنن، اما وقتی گفت بازنشسته شوی نه نام مهم است نه نشان، چیزی که مهم است بانک بیلنس مهم است، یا همه حساب بانکی مهم است که داخلش چقدر پول است. و حالا بیشتر فایترهای یو اف سی هم دنبال پی اف ال هستن چون پول بهتر میده و خیلی ها حتی قرارداد هم را یو اف سی نکردن رفتن پی اف ال. نفهمیدم این سوال تا ببخشید. گفتم یکی از فایترهای یو اف سی بعد از بازنشستگی گفته بود وقتی بازنشسته شویم مهم نیست چقدر نام نشان داری، مهم است که در حساب بانکی چقدر پول است. بله و به همین دلیل هم بعضی فایترهای یو اف سی از یو اف سی حتی قرارداد نکردن رفتن در پی اف ال چون پی اف ال پول بیشتر میداد. خب موضوع پولش هم به نظر من مهمتر پول است چون در این ورزش درست است و بعد از او یو اف سی چانسش هست وقتی تو فایتر خوب باشی، فایتری که لیاقت داشته باشی، یو اف سی همیشه دروازهش برات باز است. یو اف سی چانسش یعنی به اونای کمتر است که مثلا فایتری متوسط هستن و اونا اگر که میرن هم از یو اف سی میبینی بعد از سه پیروزی از UFC خراج میشه، اما یک فایتری که در سطح بالا باشه دروازه UFC همیشه برش باز است. راست میگه ایگر وقتی که انسان یک ذره نام بکشه، نام نشان، وقتی که یک ذره بالا بره در هر سازمان دنیا میتونه که اشتراک کنه، انوزه و خوشحالتر میشن که یک ذره وار نام داشته باشی و قش داشته باشی در حساب اینستاگرام و فیسبوک، چیزا فالوورها زیاد داشته باشی، هر سازمان تو را میخوای از خود بیگ کنه، میخوای از خود بگیری تا. یعنی اینجا کلش گفته خودت از بزنس است، لحاظ بزنس است فکر میکنن بالای سرشان. اگر هر سازمان دنیا است، ولو که اگر UFC باشه، PFL باشه، بلاتور، وان چمپیون، کل جایشون دمی فکر دارن، دمی فکر میکنن. خب واقعا که همه گیت مسابقه خودت لذت هم بردیم و ما همین که راوند اول تمام شد، قبل از شروع شدن مسابقه من خیلی استرس داشتم چون میگفتم حریف کشتی خوب داره و یک ویدیو تحلیل هم ساخته بودم، من گفته بودم ظفر جان خودش قدرت داره، قدرت خیلی بالایی داره،
اما گفتم حریفش کشتی خوب داره، چون بیشتر مسابقه خودت استاد مبارزه کردی. اما وقتی که راوند اول تمام شد من یک راحت شدم، گفتم کار تمام است دیگه، کار تمام است. وقتی کشتی حریف خونسا شد و خودت کشتی گرفتی، من گفتم کار تمام است و راحت شدم. وقتی مبارزه را بردی خودم خیلی خوشحال بودم، چون در دنیا فایترهای ما در سازمانهای مشهور تمام سازمانهای ما پیروزی داشتیم. تنها سازمانی که ما پیروزی نداشتیم بلاتور و پیفل بود که بلاتور را خودت پوره کردی، یک چیز پیفل ببخشید پیفل خودت پوره کردی، یک پیروزی کسب کردی. مانده دیگه بلاتور که بلاتور باز انشاءالله خودت یا هر کسی دیگه تانیست یک پیروزی کسب بکنه. یعنی ما کل سازمان های مشهور دنیا را فتح کردیم از نگاه فایتر های افغانستان. و راست جان خان وقت امی آرزوی کل ورزشکارای ما و شما سک که در یک سازمان دنیا در یک جای کم قدر زحمت میکشیم، ولو که هر ورزشکار ما هست در هر گوشه دنیا است، اگر در افغانستان است، اگر در آلمان است، اگر در طرف های امریکا هستن، در هر جای هستن، وقت یگانه آرزوی ما همه ما ورزشکار هستن که در یک سازمان بریم، پرچم کشور خود را بلند کنیم و باعث افتخار وطن ما شویم، باعث افتخار مردم وطن ما شویم. اینمی آرزوی کل ما و شماست دیگه. انشالله بخیر مام در اینمی آرزو هستم که بخیر یک وقت شوه بالای کمربندش فایت کنم، از پیفل باشه یا بلاتور باشد یا هر سازمان های دنیایی که از نامی هستن که فایت کنم بخیر. و همی هدف مام هست انشالله و باعث اینمی وقتیش هم دارم و بالای خود با توانایی که خود دارم الله سبحانه وتعالی برم داده و زحمت را که من میکشم وقت میتونم بخیر یک واده یک وقت که بالای سر کمربندش فایت کنم و کمربندش هم بگیرم و اما تو دیگه ورزشکارا بتونم باعث افتخار یا باعث کمک که به یک هموطن یک ورزشکار دیگه میشوم، بتانم که وارا کمک کنم، همکاری کنم به می پالیی از این ورزشم. اینمی هدف ماست انشالله. انشالله در مورد بیرق خودت سازمان خود کدام ممانعت نکرد که بیرق افغانستان بلند نکود داخل قفس؟ نی شکر الحمدلله تو گپا نبوده، بیرق میتونستم بگیرم، در بیرق خود گرفتم، حتی در لباس های خود خودشان پرسان کرد که کدام بیرق هم میخوایی که بگیری، باز در می تیشارت خواد در می تیشارت و می شارت ام ام ای، باز در منجا من گفتم بیرق افغانستان باید بزنن، بازورم زدن، هیچ ممانعت کدام چیز نکدن که نه تو اجازه نداری و تو اشترس و چیزهایت نکدن. فقط هر کس میتونست با بیرق خود بیای، با لوگوی خود بیای، هر چیز میتونستی بکنی، یکان مشکل نیست. شکر. خیلی خبر خوب هم هست، چون دوست داره از مردم ما که بیرق افغانستان همیشه بالای شانه های فایتر ها ببینند. و چند سوال در مورد فایتر های افغانستان و دیگر فایتر ها میکنیم که خودت علاقمند کدام فایتر افغانستان هستی که بیشتر فایترش تماشا کرده و عدم فایترش لذت برده به عنوان فایتر؟ والا همه ورزشکارای ما همه واقعا قابل قدر هستن، کلشان زحمت میکشن، بسیار فایترهای خوب خوب داریم، هم در اروپا هم طرف های کانادا امریکا، یا فایترهای بسیار خوب خوب هستن. ما فایتر واقعا فایتهای کلشان خوش دارم، لذت میبرم از فایتهای همشان. مخصوصا یعنی یک فایتری که وقتی میبینی بزنی خودت میگی سطحش، یعنی استایل فایتش، سطح فایتش بالاتر است. یک فایتی که در ذهنت باشه جدا از تمام مثلا سابقه، از فیلن یا سابقه؟ فیلن، یکی از فیلن یکی از سابقه. از سابقه سیر جان بازاده بسیار خوب فایتر کشور ما است، ماشاءالله بسیار خوب فایت میکرد و بسیار قهرمانای دنیا را وقت شکست دادن. یعنی هر چیز بگوی کم است نوزه و از فایتر شروع کرده وقتی که اصلا هیچ کدام مایمی را نمیشناخته. بله،
ما وضع بسیار خوردم بودم، من امیمی رو واقعا من نمیفهمیدم، من امیمی رو فکر میکردم خوشی کج است. ما در اون سال اگر بگویم خب هنوز راگشته نیاد نگرفته بودیم، یعنی در سالهایی که بهادرزاده فایت میکرد. از حال حاضر، از فایت رای حال حاضر کدامشون بیشتر استاری فایتش خوشت میایه؟ فایترهای حال حاضر زیاد است، کدامشو بگویم؟ امی نصرجان اکبر است. مثلا خودت وقتی تماشا میکنی به ذهنت میایه میگی اصلا استعداد بالا داره یا استایل فاید یا خوشی بالا داره؟ من فکر میکنم نصرجان اکبر است، بسیار خوب فایتر کشور ماست، واقعا بسیار خوب فایت میکنه، از لحاظ تکنیک و از لحاظ هر چیز بالاتر است فکر میکنم. در یو اف سی یا در تمام دنیا فعلا فایتر مورد علاقه خودت کیست؟ در یو اف سی یا تا تمام امی جان جانز از بسیار خوب فایتر خوب است، یعنی خودتان میبینین که جان جانز و اسلام مخاچف از میبینین که از هر لحاظ فامیلی و بالا هستن و واقعا ام ام ای را میتونن که خوب فامیلی بر مردم نشان بده که از کجا 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 خوبتر هستن. و بهترین فایت خودت از نظر خودت کدام، از نظر خودت کدام فایت است؟ یعنی بهترین فایت که تا حالا کردی و هر بار که تماشاش بکنی یا وقتی فکر میکنی به نظر خودت میگی امی فایت من بهترین بود؟ نمیفهم، من تا فعلا فکر نکنم تو بهترین فایت کرده باشم. نه تا حالا بهترین، تا حالا امی فایت آخرم یک ذره بار خوبتر بود از لحاظ هر چیز بر من و من خوشحال بودم از امی فایتم که از تکنیک و پالوانی و امی فتایدیمون که کدام نه امی که دفاع کدام از تکنیک های حریفم واقعا مرا خوشم آمده که از کلگی امی کل تیم ما بسیار خوشحال بودن و گفتن بسیار خوبم و پلان را که کده بودیم پلان کار. بهترین فایتی که در عمر تماشا کرده کدام فایت بوده؟ بهترین فایتی که اصلا با اون فایت عاشقی ورزش شد؟ از ما سابق همین فایت های فیدور ایمیلیانین کوره را سیل میکنم. قهرمان دنیا از قدیمی های که خیلی شاید نشناسن که برش گفته میشه بهترین سنگین وزن تاریخ. بله بله، او بسیار فامیلی فایت های از او من میشه سایل میکردم، هایلایت فایتش که واقعا فامیلی وان بگراند از سامبو و چیز داره، سامبو و جودو داره، بسیار یک فایتر بسیار خوب چیز بود که فعلا هم در بلاتور فایت میکنه در سنگین وزن، واقعا مو الگوی من بودن. بهترین فایتش کدام بوده؟ یعنی بهترین فایت، یک فایتی که در ذهنت باشه، مخصوصا یک فایتی که دیدی اصلا و هر بار ببینی خسته نمیشی از فایت. در مقابل یک کیک بوکسر دنیا بوده که اگر از کجا بود از یادم رفته، همین نام فایتر از یادم رفته، یک دراز کت های که کمیشه که چیز نکاوت میکرد نفراره اگر متوجه باشی. یک بوکسر فکر کنم کرواسیا بود. بله آفرین آفرین، قد دراز داشت، کت از او فایت کرد که بازور نکاوت کرد فیدور ایمیلیانکو. من خودم یکی از فایتاش که یادم از همراه یک فایتر سیاپوس بود، وقتی اصلا 90% مانده بود که کارش تمام شده بود، وقتی فدور بالا کرد به زمین زد، من فکر کردم گردنش شکسته، اما از اون برگشت و حریفش ناکاوت کرد. اصلا قابل باور نبود که چطور از اون حالت برگشت. یکی از فایت های خطرناکش بود. بله بله راست میگی راست میگی. و سبمیشن مورد علاقه خودت کدام سبمیشن است؟ از ما امی آرم با امی دست که میگیره شکن دست، چون ما تقریبا چهار مسابقه ما آرم بار یا کیمورا کدامش؟ نه آرم با، از امی آرم با به خاطر ما امی چهار مسابقه است که یا پنج مسابقه ما که دروغگوی نشم
ما در آن با بردیم تسلیم کردیم نفرای خدا چون امیره از جدو یاد گرفته بودم آمواده باز عمودم و چیز مانده بود باز امیره که در مسابقات ما اجرا میکنم باز کارم میتر بسیار خوب بشه ناکاوت مورد علاقت کدام است؟ یک ناکاوتی که از هر فایتری باشه یا تا حالا هر ناکاوتی که دیدی؟ های که خوشم میاد که نکاوت کنم کمی لغت تا های کیک و چیز فعلا از فایترهای وزن خودت در یو ایف سی کدام فایتر مورد علاقه خودت است و همی چیز یک شنبه بالای کمربند 66 فایت مبارزه هم است مکس کت ایلیا تپورا که فایت میکنه مکس هولوی یا خود ایلیا؟ نه ایلیا از او مرا خوشم میاد همی استیل مشزنیش بسیار خوب مشت خوب میکنه پاک است اما عریف شون بسیار تیار است فایت ما میگم 50-50 است ببینیم که تا فعلا مکس تا فعلا نکاوت نشده اما نمیفهم که این فایت چی میشه ما علاقه مندی مکس هستم بخیر پیش بینی ما شد ما خود مکس انتخاب میکنم خود دیلیا ما میگم 50-50 است به خاطر مکس هم بسیار فایتر خوب است اما زیادتر همی استیل ایلیا فرمیده خوشم میاد پاک باکس میکنه مرا به خاطر از این خوشم میاد مکس هولوی چون به نظر من یکی از بهترین بوکسرهای یو اف سی است و بالاترین تعداد ضربات در یک فایت داره که 5 راوند فایت کرده بود بالای 200 یا 300 مشت به حریف زده بود که اصلا در اون فایت تا حالا کسی نتانسته و فکر کنم تا سالهای سال کسی نتانه اون ریکارد بشکنه که اینقدر مشتی که زده بود هیچ فایتر دیگه امکان نداره اون بزنه و فایتشون هم جالب است در امور ایداد در ابوظبی فرید بشارت هم فایت داره و چیز است حمزه چیمایو هم فایت داره و رویداد دیدنی است پیام خودت به ورزشکارا و کسایی که ورزش ام ام ای را پیش میبرن چه کار باید بکنن و چه کار نباید بکنن پیام به همه ورزشکارای ما چی در افغانستان هستن چی در اروپا یا در دیگه کشورهای هستن فقط زحمت بکشن و امی از لحاظ فکر نکنن بالای هر گپ اگر برد می باشه باخت می باشه هر چیزی که باشه استاد شدن بازم بجنگن اما رقم که در فایت مبارزه می کنن اما تو در زندگی خودانم بجنگن فایت کنن زحمت خدا بکشن هیچ وقت ناامید نشن همیشه ادامه بتن دیگه انشالله همی موفقیت هم به دست میارن اینه میگم انشالله و یک چیز دیگه هم ببخشی همیشه کوشش کنن با اتفاق باشن همیشه یک دست باشیم کل ما افغان هستیم کل ما فامیلی برادر یکی دیگه ما هستیم همیشه در باره یکی دیگه ما گپای خوب بزنیم تشویق کنیم یکی دیگه را تا که همه ما در یک جای بالا برسیم چون همه ما جوان هستیم همه ما هدف داریم این همی جوانی ما که هست کمیل استفاده خوب کنیم وقتی که باز پیر شدیم نمیتونیم باز همی آل رو که هستیم همی رقم نمیتونیم فکر کنیم انشالله دوستان سلام داده علیکم السلام کسی که سلام داده سلام برسه در صحبت ها جواب سلام ها رو نتونستیم بتیم علیکم ما چند ورزشکارای ما را شاید بشناسی هم بیشتر شونه نام میگیرم خودت هر نظر یا هر چیزی که در ذهنت هست در موردشان میتونی اما نظرت کوتاه بگوی من نام میگیرم خودت میتونی کوتاه در مورد هر کدام نظرت بگوی خب اولین ورزشکاری که من میگم واحد نژند ورزشکار بسیار خوب و پر انرژی کشور ما است در وقت کم در آلمان است در وقت کم رسیده ماشاءالله بسیار خوب رشد کرده عبدالعظیم بدخشی عبدالعظیم بدخشی مرد نکاوتی افغانستان واقعا ورزشکار بسیار خوب ورزشکار با استعداد و کلگی مشناسی نشن ماشاءالله خوب ورزشکار است سیاری بادر زاده سیاری بادر زاده امی الگوی همه ورزشکار افغانستان
وقت بسیار ورزشکار با استعداد و بسیار خوب. میلاد احدی. میلاد احدی در کشور جز فایت میکنه، بسیار ورزشکار خوب کشور ما و با استعداد. از دیگه ورزشکاره که براتون نام بگیریم نصرت اخبر است. نصرت جان اخبر است، واقعا ورزشکار بسیار خوب است و فایتایش بسیار خوش دارم. بسیار عالی فایت میکنه و بسیار ورزشکار خوب کشور ماست. فرید بشارت. فرید بشارت و همچنان فایت بسیار خوب میکنه، از لحاظ همه چیز یک فایتر خوب کشور ماست. جاوید بشارت. همچنان دو برادران ماشاءالله تاپ فایت میکنن. از ورزشکارهای دیگه ما سایل جان سراج. سایل جان سراج هم همچنان بسیار فایتر خوب است، خوب فایتر، خوب فایت میکنه، هم در لحاظ بالا هم در لحاظ پایین. خب در مورد ورزشکارهای ما شاید ورزشکارهای ما دیگه زیاد باشه، اما من چند تاشه که دوستا در کومنت گفته بود پرسیدم. و فعلا خودت از ابوظبی برگشتی به آلمان و تمرینات هم به نظرم به زودترین فرصت خود شروع کردی. ویدیو رو دیدم، تیم خیلی خوشحال بود و واکنش تیم جدا از خوشحالی چی بود؟ چه صحبت هایی کردن و تحفه تبریکی چی چیزهایی در کلب منتظر خودت بود؟ واقعا یک احساسات هست که فامیل آدم نمیتونه آدم رو بیان کنه. بعد از مسابقه مرا خواستم در کلاب، رفتم تو مرا چیز کردن، بسیار تشویق کردن، دیدم که همه تیم کلاب ما اونجا تمرین که میکردن بر ما تبریکی دادن، گل آورده بودن، عکسای ما چاپ کرده بودن، دستکشای ما بسیار خوب منظم جور کرده بودن، تشویق کردن. واقعا آدم و تو میبینن که جوان ها همی بچه هایی که نوجوان هستن تشویق میشن، وقتی که میای میبینم که بچه ها میبینم زیادتر شده در کلاب، تشویق میشن که از طریق ما باعث از این میشم که در راه خوب میرن، در ورزش پیش میبرن. اینجا باز بسیار فامیلی آدم یک احساس بسیار خوش دارن. واقعا بسیار تیم ما خوشحال شد، ترینرهای ما بسیار خوشحال شدن، گفتن ما بالای تو افتخار میکنیم، در این سطح که تو فایت میکنی یا در این سطح که تو فایت کردی نمیتونه هر کس، وایت یک عریف قدرتمند تر که بردی و همی پلان را که گفتن ما جور کردیم برای تو، گفت پلان را در میدان استفاده کردی، باعث افتخار ماست. واقعا گفتن ما افتخار میکنیم بالای تو. این بسیار واقعا آدم یک احساس بسیار خوب می داشته باشه. واقعا هم افتخار ما هستی، افتخار افغانستان هستی که در دومین سازمان بزرگ دنیا حالا خودت داریم و مسابقه خودت را پیروز شدی. انشاءالله که پیروزی های بیشتری هم کسب کنی. یکی از دوستا گفته در مورد سهیل حسنزاده چی گفتنی داری؟ سهیل جان حسن زاده واقعا بسیار یک ورزشکار خوب کشور ما است. در وقت کم گفتم، در اینستاگرام پیش خودم گفتم که سهیل جان حسن زاده اول که در دینا وایت کانتندر سیریوس فایت کرد، مسابقه خود باخت، مسابقه برد، باخت داره، بسیار فایت عالی کرد. اما فامیلی از اینجا یک چیز آدم یاد میگیره که هرچی که آدم در زمین بفته پس باید بخیزه، تسلیم نشم. اونا باز هم کوشش و زحمت خود کشید، دوباره باز فایت کرد، مسابقه خود بسیار به شکل خوب مسابقه خود برد. انشالله در نزدیکی ها باز هم مسابقه بتن، الله سبحانه وتعالی پیروزی های زیاد را نصیبشان بکنه و شکار بسیار خوب ما کشور ماست. انشالله که بتانیم در سازمان های بزرگ دنیا مثل PFL، مثل UFC، بلاتور نماینده های بیشتر داشته باشیم و بتانیم پیروزی های بیشتر و افتخارات بیشتر در ورزش کسب بکنیم. و ماشاءالله امروز میتونم بگویم در تمام ورزش های افغانستان کرده MMA تاپ است و بیشترین ورزشکار ما فعلا در MMA داریم. راست میگین، واقعا فامیلی در هر ورزش ما و خصوصا همی نسل جوان همی واقعا بسیار رشد کرده در حساب
ورزش ام ام ای باعث افتخار همه ما و شما است، واقعا افتخار همه افغانا که همین خوشحال میشیم که میبینیم که افغان پرچم کشور ما را به یک نام خوب بالا کرده، به یک نام همه کشور را میبینن که در افغانستان گرچه که همقدر پروبلم مشکلات داریم یا جنگ بوده یا هر چیز داده، اما افغان هم وقتی که میاین فایت میکنن در سازمان، ولی خرد باشه یا کلان باشه مهم نیست، این مهم است که در اونجا فایت میکنن و در اونجا پیروز میشن، برنده میشن مسابقه خدا و همی زحمت های را کشیدن حاصل میکنن، همی کلان گپ است خودش. انشالله انشالله. خودت در کدام جیم تمرین میکنی؟ رفیقا یا دوستای که علاقمند ورزش هست اگر خواستن در امو جیم بیان تمرین بکنن و چیزی که خودت یاد گرفتی بتونن یاد بگیرن؟ ما خودم در طرف وامس در شهر هستم، در بین در وسط فرانکفورت و منهایم هستن در آلمان، کسایی که در اینجا میشناسن به نام موریلا جیم، موریلا اشپورت جیم میگن، در اونجا تمرین میکنم. میتونن بسیار افغانای دیگه ما آمدن در اونجا تمرین میکنن، زحمت خدا نمیکشن، هر کس بیای مده خدمت هستم مثل یک برادر خود واره همراهشون کار میکنم، هیچ مشکل نیست، خوشحال میشم. انشالله کسایی که دوست دارن میتونن در جیم تمریناتشون رو پیش ببرن و مثل ظفرجان افتخار کسب بکنن. در کامنت یکی دوستا میجا سخی جان قنبری رو گفت شبه که خودت فایده داشتی، سخی هم در سازمان ایفین سویدن فایده داشت، پیروز شد و از کمربند داشت دفاع کرد، واقعا در فایده خودت هم خوش شدیم در فایده سخی جان. از نظر خودت در مورد سخی جان چیست؟ واقعا بچه با استعداد هست، ماشاءالله پیروزیش برش تبریک میگم، انشاءالله پیروزی های زیاد را الله سبحانه وتعالی نصیبش بگردانه، فایت بسیار خوب کرده، طبعا افتخار هست، خوشحال میشیم. گفتم هر ورزشکار ما، هر یکی از هموطن ما که پیروز میدان میشه، این باعث افتخار همه ما و شماست، ای از یک مثلا از یک قوم نیست یا از یک نژاد نیست، از همه ما و شماست، اول از تمام مسلمان هستن، دوم از تمام افغان هستن. انشاءالله چیز در مبارزه خودت رونالدو هم حضور داشت، خودت علاقمند رونالدو هست یا میسی، کدامش؟ ما واقعا رونالدو را ذره خوش دارم، به خاطر همیشه که مسلمان ها فامیلی یک جا کی هست که همیشه که شان کمک میکنه، میبینیم کدام جایی که فامیلی یک چیز مشکل میشه، رونالدو را خوش دارم. از چی کدام میسی فرصت نشد همراهش یکان عکس یادگاری میگرفتی همراه چیز در لاکر روم یا در موریس روم همراه این گانو یک دیدیمش و همچنان در فایت خودت به نظرم حضور داشت، چون وقت فایت خودت بود نشانش دادن، در فایت خودت حضور داشت، در همون مین کارد آمده بود، حاضر شده بود از فایت کار و فایت های مین کارد به نظرم تماشا کردن شروع کرده بود اگر اشتباه نگم. بله ما فرصت هم نشد، واقعا من خودم هم زیاد مصروف بودم، به خاطر در اون واده ما زیاد در استرس چیام بودم، وقتی که مسابقه خلاص شد امی سر پیشانیم یک ذره وار همه قدر پاره شد، باز دکتر مرا تیزه کده برد چیز تقریبا یک نیم ساعت اونجا تال خوردم، باز از اونجا خلاص شدیم، باز ما رفتیم طرف هتل رفتیم، از اون خاطر فرصت نشد که عکس یا بگیریم، باز خیر باشه انشالله زندگی باشه، چون هر مسابقات پی فیل یا چون وام میاین او دفعه دیگه اگه متوجه باشی در مسابقات که پیفل بوده که یا بلاتور که کارنر مکریگر و یا آمده بودن که رونالدو، باز انشالله فرصت باشه در بعدی بخیر انشالله زندگی باشه. در مسابقهشان در پاریس امپاپه بود، اسمان دمبله، در رویدهشان افراد مشهور زیاد میاین و انشالله در مسابقات بعدی بخیر سر بخوری و دیدار بکنی. واقعا بازم در آخر مسابقه را تبریک میگم پیروزی را و خوشحال شدیم از مسابقه خودت و از صحبت هایی که داشتیم، سوال هایی که پرسیده شد و دوستای ما که سوال داشتن به سوالاتشون جواب داده شد و معلومات بیشتر در مورد خودت عزیزا کسب کردن. بازم کدام صحبت آخر داری میتونی همراه
عزیزایی که هست صحبتت انجام بدی. تشکری میکنم راست جان از خودت زیاد که خودت اصل شما هستین باعث از اینکه ما را با مردم ما با هموطنان ما معرفی میکنین و ما میشناسن که ما کی هستیم. اصل ما و یک مسابقه خودم میتیم یک نفر ما میشناسه یک نفر نی، اصل الگو شما هستین که ما را بر هموطنان ما معرفی میکنین، مشهور میسازین. تشکری میکنم از خودت و از همه دوستا هموطنان خود که مرا تشویق کردن، واقعیت از فامیل خود که ما تا این سطح تانستیم که برسم و شکر میکشم که همه تا مردم داریم که ما را تشویق میکنه و همه تا دوستایی که مثل خودتان هستن ما را در جای معرفی میکنه. شکر میکشم، تشکری از همه شما. من خوشحال میشم که بتانم ورزشکارای ما را، قهرمانای ما را معرفی بکنم به مردم ما که بتانن همراهش آشنایی پیدا بکنن، از مسابقات خبر شوند و واقعا هم از هر پیروزی تمام مردم کشور ما خوشحال میشن چون خودشان در این پیروزی ها سهیم میدانن و انشالله که همیشه هر ورزشکار ما که در هر رشته که هست پیروز باشه و موفق باشه. زنده باشیم. تشکر راشد جان. خودت هم تشکر از اینکه وقت گذاشتی و همراه ما مصاحبه و لایو انجام دادی، پیش بردیم. بیشتر از وقت خودت نمیگیرم. به امید پیروزی های بیشتر و انشالله که در مسابقات بعدی هم پیروز باشی. جرمن کیج پایینیر هم گفته کجا هستی؟ ما میایم بخیر کجا هستی؟ اینو میایم یک دقیقه بود. درست از خیلی را شدقن متوجه خودتان باشین، شبکتان خوش، انشالله به هموطنان عزیز ما خوش آرام باشین، باز بخیر میبینیم. درست است؟ جان شب خوش، انشالله که در یک مصاحبه دیگه انشالله دوباره میبینیم هم دیگه را. یادتون نرو که دوباره با شیر بکنی. خداحافظ. اوکی، اول قطع کنم باز شیرش کنم نه؟ بله، وقتی قطع کردم پایانه خودش علامه شیر میه میتونی شیر کنم. اوکی، درست است، خیامتون میکنم انشالله. ای وقت تقدم خوش، خداحافظ. شبتون خوش.